سلام، من دنی سعادتی هستم. میخوام تو رو 4 روز واسه ترفیق جینگام ببرم مسافرت. با هم میریم دو تا شهر آلاشاتی و چشمه رو میبینیم. شهر چشمه و آلاشاتی به 3 تا چیز خیلی معروفه. اولیش ساحلای شنی سفیده، دومیش رستورانای خوشمزه و سومیش هم پارتیای مختلفه. چشمه تو غربی ترین نقطه ترکیه است و تا استانبول 5-6 ساعت فاصله داره. فوق‌العاده شهر جوان پسندیه و اگه زیر 40 سالی حتما یه بار چشمه برو. سلام، صبح بخیر. پاشو میخوام بریم مسافرت. چمدون رو جمع کردیم، پر انرژی و خوشحال از خونه زدیم بیرون. اوه عجب هواییه. آرمان پایین منتظرمون بود. رفتیم سمت ماشین، وسایل و چمدونا رو گذاشتیم تو ماشین، راه افتادیم، رفتیم دنبال پانیز. پانیز اومد، آرمان وسایلش رو گذاشت تو ماشین، هممون نشستیم تو ماشین برای استارت یه سفر خوب. اما خوابمون میومد. این چیه الان؟ اینو استفاده‌های مختلف داره، بستگی داره از کجوم قسمتش رو استفاده. بریم یه استارباکس بزنیم بعد بریم. به نظرم یه قهوه از استارباکس سریع‌ترین راه برای بیدار شدن مغز. یه ساندویچ کوچولو هم میتونه ایده خوبی باشه برای ته‌بندی. این فقط مال کافیا بود. اصل قضیه من اونو میخوام. زدیم به دل جاده و بعد یه ساعت رسیدیم روی پل شهر یالوغا. منظره اینجا فوق‌العاده است. تو مسیر موزیک گوش دادیم، حرف زدیم، کلی خندیدیم مثل همیشه. یهو دیدم بنزین نداریم. اولین پمپ بنزین رفتیم که بنزین بزنیم. من از بچگیم عاشق مارکت پمپ بنزینا بودم. نمیدونم هم چرا، ولی خب دوست دارم دیگه. خلاصه خرید کردیم و برگشتیم تو ماشین، دوباره زدیم به دل جاده. تقریبا 2 ساعتی بود که تو جاده بودیم، دیگه گشنمون شده بود. یهو دیدیم رستوران یوسف کفتجی جلومونه. آرمان عاشق یوسفه، معتقد برگرهای رژیمی خوشمزه‌ای داره. یوسف کفتجی یه رستوران معروف زنجیره‌ایه با غذای با کیفیت و قیمت مناسب. سوپای معروفی هم داره و تقریبا تو هر محله، تو هر شهر ترکیه بری حداقل یه شعبه داره. سوپ دنیا. سوپش خیلی معروفه. همه چیش معروفه. چرا معروفه؟ برگراش خیلی معروفه. رو خوب ببین. برگراش بعد پانیز بپرسید. چرا معروفه برگر؟ چون آرمان خیلی رژیمیه. آرمان معتقده که رژیمیه برگرهایی کفته یوسف کفتجی. میبینید میگه چون نونه برگره با پنیر دیگه رژیمیه. پنیر کم؟ یار گوجه هم که نداره. بچه برگر رژیمی های آرمان رسید. آرمان داشت با اینا رژیم میگیریم؟ شاید بسه همین کاراته. بازه همین کاراته. یه نصبشون رو بازش کنیم. اما اون قسمت رژیمی شو فقط. کاملا رژیمی و شما. داداش این تو با این رژیم میگیری آخه. خب نکن این کارا. بازه سلامتی ضرر داره. من کفته سفارش دادم. آرمینه برگر، پانیز چنجه، آرمانم دابل برگر. بچه ها کفته هامون هم رسید. بین علما اختلاف افتاد. الان مشکل کجاست؟ دو سیخ میخواستم. من دو سیخ میخواستم. بری تو به پرسا کنیم. نه بابا، پرساش 200 گرمیه. چیه این الان آرمان؟ این کوزو شیش. بعد اصل یوسف رو میدونین که میگم بعد اینطوری بزنی، بزنی تو روب. خب ما غذا رو خوردیم، یه پمپ بنزین اینجا بود، اومدیم یه دستشویی بریم و یه ذره فرش کنیم. بعد تقریبا 2 ساعت دیگه داریم تا چشمه. خلاصه 2 ساعت دیگه تو چشمه ایم. یه سوال، این که الان نظرتون راجع به روابط دختر پسر رو چیه؟
حالا این که میگم واقعا الان خیلی مثلا رابطه ها بد شده و نمیدونم مثلا خیانت زیاد شده، نمیدونم ایشکی دیگه به ایشکی تعهدی نداریم، قضیه واقعیت داره. بعد به نظرتون، من خیلی واسم جالبه دارم، این مثلا توی ایرانی هست فقط این چیزا الان، یا اینکه نه کلا الان به نظر تو همه جای دنیا همینه؟ از کجا میشنوی؟ یعنی تو مجازی من میبینم میگن همه میگن، یعنی رابطه ها بد شده، بد شده. آره مثلا میگن فیلم ها میشه. آره تو فیلم های غیر عادی عادی هم میشه تو فیلم های بیتنید. آره واقعا بعد خیلی مثلا روابط عجیب غریب، و بعد اصلا که حالا یارو دوست پسرت دوست دخترت این دیگه اصلا توی که نه دیگه هستیم دیگه دوره هم میکنم. آره این خیلی زیاد شده که آقا هستیم دیگه، حالا مثلا چیز نکنی گیر ندیم. فکرش هم نمی کردیم مثلا اینطوری بودی که نه بابا یارو آدم حسابیه با اوکیه و فلان و اینا، ولی دیگه اصلا نرماله. بعد یکم هم به چش قمول بهت نگاه میکنن اگه خیلی هم حالا مخالفت کنی و اینا. همون دیگه من واسم سوال اینه که این چیزه از کجا اومده، اصلا چی شده به این نتیجه رسیدن؟ اونم راحتی به نظرم. من فکر کنم آدمو مسئولیت دیگه خیلی نمیخوان قبول کنه. نه اصلا مسئولیت رابطه شده که دیگه خیلی نمیخواد بره تو. من فکر کنم کمه چون کسی نه کار میکنه زیاد، نه به فکر کاره. همونا دغدغه مالی میاره، دغدغه‌ای. آره یعنی بیشتر هم دغدغه دارم ولی کاری واسش نمیکنم. ولی من فکر میکنم این موضوع بیشتر تو قشره که پول دستشون هست و دغدغه‌شون ندارن، یعنی یارو مثلا کاری نمیکنه، خیلی دنبال همین کاراست دیگه. حالا امروز آه یعنی دغدغه‌ش مثلا همینه، دختر بازی کنه، پسر بازی کنه. حالا یه خودش داره در میاره، یه جوری از طریق باباش داره، بعد خیلی مثلا خونش هست، زندگیش هست، مملکت خودش، همه چی اوکیه، مثلا یعنی حالا زندگیش واسش اوکیه. بعد دیگه حالا اینطوریه که خب چیکار کنم امشب که مسخره بازی نمیام. میگن اگه جای به بعدم مثلا خیلی دختر بازی پسر بازی کنی دیگه شبیه چیز میشه واسه دیگه، شبیه اعتیاد میشه. مثلا دیدی الان مثلا یکی که سیگاریه سیگارو میکشه، شاید لذتی هم نبره، شاید هم چه بکشه چه نکشه خیلی واسش فرقی نداره، ولی رو عادت میکشه. یعنی من احساس میکنم بعد یه تایمی آدم ها دیگه این شکلی میشن، یعنی یارو فقط اون کارو میکنه که اون کارو کرده باشه، یعنی مثلا دختر بازیه، حالا پسر بازیه، هر شب با این و اونه، اعتماد به نفس میده بهشون فکر کنم. مثلا از چیز پوچی اعتماد به نفس میده. من بزرگ شدم همون داستان بیشتر دغدغه مسئولیت و اینا رو میخوام از سرشون وا کنم، راحت تر زندگی کنم. بیشتر رفته رو این سیستم. حالا تو حتی تو استانبول هم برازم. آره صد درصد. من فکر کنم یکی این که میخوام مسئولیت مثلا همدیگر رو نداشته باشن، همین که مثلا اون که هر چند دوست دارم هر کاری دوست دارم گیری روش نباشه واقعا. بعد حالا این بده یا خوبه؟ چون به قدیما که اینجوری نبود، همه به هم خیلی متحد تر بودن، در نهایت اتفاق خیلی نمیدونم اتفاق عجیبی نیفتاده. خب تو یه سری حسا رو اینجوری از دست میدی به نظرم. آره مثلا شاید چیزای قشنگی تو رابطه های درست تر باشه که تو اونا رو نداشته باشی. دقیقا. ولی خب حتما طرف اوکیه که این کار رو میکنه. اصلا قبول داری رابطه مثل بازی میمونه، هرچی بیشتر میری توش انگار یه درهایی وسط باز میشه، یعنی یه لذتایی مثلا الان میتونی مثلا بعد دو سه سال تجربه کنی که مثلا 6 ماه اول نمیشده شاید تجربهش کنی. بعد برعکسش هم هستی، یه سری حسا رو اون اولا میتونی تجربه کنی که بعدش دیگه میتونی تجربه کنی. آدم‌ها با آدم‌ها فرق دارن، شرایط با شرایط فرق داره. همون یه آدم ممکنه تو ایرانی چند میلیون؟ مثلا 100 خورده میلیون ایرانی داریم الان. مثلا 80 تا 85 تاشون تو ایرانن، یه 15 تاشون هم بیرون. روابطی که تو اینستا آدم میبینه اینجوریه. من تو اینستا خوبم میبینم، بعدم میبینم. من که اصلا موافقم با این که آدم ها درست حسابی با هم دیگه باشن. به نظرم وقت با یکی هستی خیلی همه چی میتونه شیرین تر باشه، چون مثلا ناخودآگاه آدم جلو آدم های جدید
شاید مثلا معذب باشه، شاید رو درواسی داشته باشه، شاید خجالت بکشه، شاید چیزا باشه. با رفتار طرف دستانی یا تموم شده دقیقاً. بعد مثلا تا قلقه دستت میاد سریع به پری بری مثلا چیز کنی، ولی این شخصیت تو به نظرم و خیلی متفاوته. یعنی هر کسی یه جور شخصیتی داره. مثلا ماها قطعا اینطوری که مثلا هر روز با یکی نیستیم دیگه، خب یعنی مدلمون اینطوریه که ما اونا رو درک میکنیم، اونا حتی ما رو درک میکنیم. تو نمیتونی تصمیم بگیری بگی روابط بده یا روابط خوبه، نه مثلا تو انتخاب میکنی با یه نفر بشی، یکی انتخاب میکنه با 10 نفر باشه، ولی اون که با 10 نفر شاید نمیخواد قبول کنه که شخصیتش اینجوریه، همش میداله میگه آدما بدن، ولی نه آدما بد نیستن، شخصیت طرف ممکنه و بهتر آدما قبول کنن هر چیز خوبی یا بدی رو دارن به نظرم. 100%. ولی یه سری از چیزایی که من دیدم اونا قفله، اونا برای خودشون درسته دیگه، اونا خودشون دوست دارن، خودشون بس درست نیست، خودشون داره هم با هم. آخه یه چیزی که واسه من خیلی عجیبه اینه که مثلا آدم مثلا چه میدونم خیانت بکنه، مثلا اصلا با یکی هم دو روز دوستی یا مثلا به یارو میگی نه آقا مثلا بین ما اصلا چیزی نبوده، مثلا چی میگه فلان و اینا، میگم این حتی هر چقدرم کوتاه خب که بگیم طرف وابسته نشده، مثلا عشقی به وجود نمیاد، هر چیزی کلا خود روح آدم به نظرم مثلا چیز میشه، کثیف میشه، جوری میشه، مثلا خود آدم میشه خودش مثلا معذب نیست که مثلا یه دختری رو دو روز باش دوست بودم بعد بهش دروغ دلن گفتم بعد پیچوندمش بعد مثلا رفتم با یکی دیگه، یعنی پیش خودش عذاب وجدان نمیگیره. تو شخصیت مدلیه ولی اون براش مهم نیست، اینطوری حال میکنه، اون مثلا داره لذت میبره، به نظرش مثلا داره خوش میگذرونه، به نظرش داره زرنگی میکنه، من چرا زرنگی هم که داره خوش میگذره دیگه، من دارم خوش میگذرم، اونم داره بهش خوش میگذره، خودش خواسته اومده، خودش خواسته با ما وارد رابطه شده. بعد از اینکه غذا رو خوردیم خوابمون گرفت، اولین قهوه فروشی که دیدیم وایسادیم و یه قهوه گرفتیم. بعد از 6 ساعت رسیدیم چشمه، هتلمون تو منطقه شیفنه بود و آب گرم درمانی داشت. ما رسیدیم بالاخره، چند ساعت 5-6 ساعت خیلی زیاد تو راه بودیم. الان میبینیدش یا نه، خیلی هم فکر کنم شلوغه به خاطر اینکه پارکینگش که به شدت شلوغه. ما اومدیم یادم افتاد که بورس با خودمون نیاوردیم، اومدیم بورس بخریم، حالا بورس پیدا نمیشه، یه بورس دوغی پیدا کردیم اینجا. آقا اینا مثلا این چیه جدی گذاشتی؟ بورس دوغی میخوایی دادم؟ نوکرت هم خواهی نه؟ ما پیدا کردیم، جنس رو پیدا کردیم. بلاگرار دیدی میان چیز میرن فروشگاه ها. خب بچه هموز خواهم بگم فروشگاه های ترکیه قیمت ها به چه صورته؟ اوره او 34 لیر. خب واقعا گرونه. بسکویتی که دارید میبینید 34 لیر برای یک هفته 34 لیر. واقعا ترکیه هم گرونه. واقعا ترکیه گرون شده. دیدی؟ آه بلاگرا گرفته. آه تمام بلاگرا گرفته تا. یعنی این سلطان تو شهر چشمه توی یکی از لوکس‌ترین شهرهای ترکیه ما رو نمی‌کنه. خب قسمت ما ها هر جا میریم. خیلی بامزه. یه رمضان اومد ببینیم. آره دانیال مخفف. حالا می‌خواستم بگم که پراید جدیدم خریدم. چشمه عزیزم مبارک، الان صاحبش میاد بیا بریم چشمه پراید الان بعدن وایسیم با صاحبش مصاحبه. آره عکس بگیریم با شب. رفتیم شهر آلاچاتی خیابان کمال پاشا که به کافه رستوران و میخونه‌هاش معروفه. اینجا پر از میخونه ها و رستوران های رنگیه. ازدحام جمعیت به شدت زیاد بود. اینجا پر از توریست بود و همه خوشحال و در حال خوشگذرونی بودند. همه رستورانا پر از آدم بود. اینم یه گربه توسی عصبانیه. دنبال رستوران خوب میگشتیم که یهو پیتزا بابا نظرمون رو جلب کرد. آقا نگم برات که چه پیتزای خفن و جذابی داشت. پیتزا به سبک ایتالیایی و فوق العاده با کیفیت بود.
نشستیم، یکم گپ زدیم، یکم شربت خوشحالی خوردیم، غذامون آماده شد. از اونجایی که ما عاشق حیواناتیم، این سگ با نگاهش به راحتی تونست ما رو خر کنه و کلی ازمون غذا بگیره. ببین بعد غذا دیگه باتریمون تموم شد، واقعا از بیخوابی داشتیم بیهوش میشدیم. سلام، چطوری؟ صبحت بخیر. ما بیدار شدیم، رفتیم صبحانه خوردیم توی هتل، داریم میریم الان بیفور سانست بیچ، یه ساحل، یه پلاژ که جزء دو سه تا پلاژ خیلی خوبه چشمه است، داریم میریم اونجا. پارسا هم رفته بودیم، خیلی جای خوشگل و باحالیه، همه چی هم داره. خیلی برای تونستیم سخت ازشون رزرو بگیریم به خاطر اینکه خیلی شلوغه. حالا دیشب دیگه دیدیش خبر بود دیگه، چقدر چشم شلوغ بود، خیلی شلوغه، ولی تونستیم دوباره ازشون رزرو بگیریم. داریم میریم اونجا، بریم که بهتام نشونش بدم. تیپم که هاوایی دیگه، تیپ هاوایی، خودم چشمه. رفتیم ساحل بیفور سانست بیچ، ولی چون دیر رسیدیم ظرفیتش پر شده بود، نتونستیم بریم تو. اومدیم پلاژ بوهمه، اینجا دیزاین فوق‌العاده زیبا و متفاوتی داره. اول نشستیم یه ذره صحبت کردیم و پلن چیدیم که امروز چی کار کنیم. رفتیم سمت ساحل که یکم آفتاب بگیریم و بریم تو دریا. من عاشق شنا کردن تو دریا هم. طرح مایو رو ببین شما. خیلی حال میکنم خودم با مایو. خب من شما هم اگر حال میکنیم یا فقط خودم خیلی دارم حال میکنم. خب با امارمان اومدیم بالاخره سیم ساحل. یه ساحل اومدیم اینجا عکس بگیریم، اینجا خیلی باحاله. صندلی هاییه که تو آبه، بشین و آفتاب تو بگیر و لذت. دقیقا. چطوره همه چی؟ خیلی باحاله. آباده به نظرم. هم خنکه، هم خیلی تمیزه. بعد کلا چشم به آبش معروفه دیگه. آبش خیلی آبی روشنه، بعد شناش هم سفیده. خلاصه بعد از اینکه کلی آتیش سوزوندیم، کلی گشنمون شد و رفتیم رستوران پلاش که غذا بخوریم. من شنیسل سفارش دادم، آرمینه پاستا، آرمان و پانیزم پاستا و شنیسل سفارش دادن. دیگه از انتخاب غذاهامون عمق رفاقتمون رو میشه فهمید. داشتن دوستای خوب نعمت واقعا. آقا عجب لوکیشن خفنی داره اینجا. چقدر خوشگله. خیلی خوشگله. ما حالا الان اومدیم برای عکس بگیریم. بعد بریم اونور ببینیم چه خبر. اینم که بارشه دیگه، خیلی باحاله. شب رفتیم پارتی توی یکی از بهترین کلابهای ساحلی چشمه به اسم سامر کلین، به اسپانسری شرکت اوپل و هاوس آف سوپر استپ. راستی اینو بهت بگم، این ولاگ دو قسمت داره و تو قسمت بعدی با همین یه پلاژ خوشگل، چند تا رستوران باحال و متفاوت و یه پارتی با یه دیجی اینترنشنال خفن به اسم الی براون و کلی اتفاقای عجیب که تو ادامه سفرمون افتاد. تا قسمت دوم چشمه، خدافظ.